سر پناه قلب سر پناه قلب پادشاه قلب گنبد طلای تو شده قبلگاه قلب دارم از ذریعه خاطرات خوبی باز هوا تو کردم شب جمعه دم غروبی باز هوا تو کردم شب جمعه دم غروبی فکر کربلاته باز توی خیالم یه گوش از صحنه با صفاته چشمامو میبندم یک سلام میدم از همین جا پس جز و زائرات فکر کربلات من غیر کیف اصبر علا فراق از تو ولی ظاهر تو هم ملائه از ماه دو شب جمعه دلم میگه لب بطلب آقا از زهرا بطلب آقا بطلب آقا بطلب آقا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا
تمتعوا فيها طويلا. ای قلب داغ دیده ی عالم، بیا بیا یا ابن الحسن. ای قلب داغ دیده ی عالم، بیا بیا صاحب عزای ماه محرم، بیا بیا خیمه به خیمه، خیمه به خیمه روزه شدم در فراق تو. ای هم نشین گریه نم نم، بیا بیا اشک فراق شور شعور آفرین بود، اشک فراق شور شعور آفرین بود، شیرین شود ز فیض تو زمزم، بیا بیا ابن الحسن. شد شامل دعای تو هر کس به روزه ها، شد شامل دعای تو هر کس به روزه ها، بهر فرج دعا کن دردم، بیا بیا گاجانم. در خیمه ای که روزه عباس شد به پا، من با امید قول تو ماندم، بیا 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 امروز سر هر کوچه و برزن و تو هر محفلی روزه‌ام و طولو میخونم. یه سرم به این محفل و مجلس ما بزن، ما رو بس آقا جان. در خیمه ای که روزه عباس شد به پا، من با امید قول تو ماندم، بیا بیا ما نوکریم خوب و بد از هم سوا نکن، ما نوکریم خوب و بد از هم سوا نکن، ما را ببر به القمه در هم، بیا بیا یا ابن الحسن، یا ابن صدا تو آزاد کن، یا ابن الحسن ابن الحسن. افتاد سر و القمه و گفت یا اخان، نه مشک مانده است و نه پرچم، بیا بیا گر مشک تیر خورده صدا زد، نرو نرو
اما گرفته است حرم دم. بیا بیا همه ی بچه ها منتظرم و هم براشون ها ببره. بعضی ها رخ کردن این پیرنهای عربیشون رو زده بودن بالا، جای مشکانو خنک بود. قول دادن امو رفته ها بیاره، چشم و دو دست و فرق سرش. وای مادرم، چشم و دو دست و فرق سرش. وای مادرم، توبای من گسسته شده از هم. بیا بیا یبن الحسن، یا ابن یا ابن الحسن. با همین حالت میخوایم دوباره زیارت عاشورا بشیم تو روز تاسوعا، دلا رو روانه کنیم. استغفر الله الذی لا اله الا الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيل، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالم، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والمتر والموتور، السلام عليك على الأرواء التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت عظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فنعنا اللهم تنسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن اللهم دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن اللهم قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلمان لمن سالمكم
بحرب المال هربكم إلى يوم القيامة ولا لله لزياد ولا مرمون ولا لله بني أمية قاتب ولا لله ابن مرجان ولا لله عمر بن سعد ولا لله شمرون ولا لله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتولك بأبي أنت وأمي لقد أظلم صبيبك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسبك الحال فبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة ونيكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وبلي لمن والاكم وعدو لمن عادكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيته في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة حبيبهم اللهم اجعل مهيايا مهيايا محمد مالك
محمد و مماتی و ماتن محمد و آل محمد. اللهم ان هذا يوم تبركت به ولويا وابن أكلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وسلم في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم على ابا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة وابد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل مول حسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إن يتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم لا نظل ظالما ظلما حق محمد وآل محمد وآخر تاب إنه ولا ذلك. اللهم لن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وطابت على قتله. اللهم لنهم جميعا اللهم لنهم جميعا 99 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنور ولا جعله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا بردي السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 99 مرة. اللهم خص أنت أفضل ظالم باللعن مني فابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لن يزيد خامسا والعن بيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين عليه السلام.
چشم امیدت هنوزم به مشک آب چشم امیدت هنوزم به مشک آب اشک چشات برای کودک رباب به دور تو کمین زده ای وای ای وای چه جور تو رو زمین زده ای بگو با من ای وای وای ای وای عمود آهنین زده ای با ای با به دور تو کمین زده ای با ای با چه جور تو رو زمین زده ای با عمود آهنین زده ای وای ای وای برادرم برادرم ای وای ای وای برادرم برادرم بنادنم بنادنم افتاد دیگه ها عمودو زدن و با اون طرز که دارد تصور کنید بدنی که دست نداره تیر به چشمان مبارک خورده آقا تیر رو در آورد کلا خود افتاد و اون نانجیب عمود و زد پر از تیره حالا داره از اسم میفته زمین آنجا بود که گفت یا اخوات رک اخوان ابی عبدالله خودش رسون بالای پیکر این خونا رو داره پاک میکنه داداش ببینه لحظات آخه از غم تو دنیا دوره سرم میگرده عباس یه نانجیب داره دوره حرم میگرده پاشو بازم قدم بزن سقا سقا داداش برای من علم بزن سقا باید بمیریم با این شعر سقا یه سر به خواهرم بزن زینب دل تو دلشی اگه من با تو بر نگردم ولوله میشه برادرم برادرم ای وای ای وای برادرم برادرم ای وای
شو تا که خیمه هامون نره بکارت پاشو تا زینب بعد ما نره اصارت بعد تو میبینه عزا زینب زینب لا اله الا الله میره به مجلس شراب زینب میره به مجلس شراب زینب میدونی که دشمن ما حیا نداره بعد از این جاوت بالا سر رو بدا کردن گفت داداش بذار ببرم خیمه بعضی جایی نقل شده هنوز آقا جان داشته گفت نه داداش تو برو منو رها کن برو به خیمه ها برس بذار منم اینجا بمونم چرا آخه من روی طرف شدن با سکینه رو ندارم من گل داده بودم براشون آب ببرم آقا با اون آلت آمد بعضی جا نقل کردم رفت سمت خیمه عباس عمود خیمه را کشید یعنی بدونید دیگه این خیمه صاحب ندارد من خودم میگم بعد از این که همه خیام همه مخدرات گره های مجرشون رو محکم کردم میدونی که دشمن ما حیا نداره بعد تو به خیمه هامون هجوم میاره کارم میشه دیگه تمام ای با نل انکسار فی وجه الحسن وای ای با دشمن میره سمت خیام ای با زینب میره بازار شام ای با عباس من 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 یا کاشف الکرب عن وجه الحسن اکشف کربی به حق اخیک الحسین علیه السلام سرمایه محبت زهراست دین من دین خیش را به دو دنیا نمیدنم گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا یک ذره از محبت زهرا نمیدم الهی به دم العباس یا الله
الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره ومحبيه وخدامه آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامان اهل بیت جدا مفرما. آخرین کلام ما در این عالم و اولین کلام ما روز قیامت نام اربابمون حسین علیه السلام قرار بده. ای خدا همه مرزا مریض منظور مریض منظور از صاحب به اول فضل عباس جامعه شفا بر تنشان بپوشان بن نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
حي على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم یا کریم و لعن اعدائهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا، تبارک و تعالی. ثم الصلاة و السلام على حقیقت الوجه لتم لارف بما فی اللوح و القلم، حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جهت سلامتی و تعجیل در فرج قطب عالم امکان، ولی نعمت عالم وجود، مولای ما امام زمان علیه السلام، و همچنین به عنوان عرض تسلیت و تعزیت ساحت مقدس اون حضرت، اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
قبل از شروع سخن همونجور که دستور فرمودن تا جایی که ممکن هست محبت بفرمید به سمت منبر و میکروفون نزدیکتر بنشینید که عزیزانی که دیرتر مشرف میشن به مجلس جایی برای نشستن پیدا کنن بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. تا جایی که مقدوره محبت کنیم جلوتر تشریف بیاریم. هدیه نثار همه درگذشتگان ذوی حقوقمون در این روز تاسوعا باز هم صلوات خط بفرمید. فرج مقدس امام عصر علیه السلام به آبروی قمر بنی هاشم خدا تعجیل بفرماید. صلوات سوم قراتر خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خدا رو شاکریم و سپاسگزار بار دیگر بر ما منت نهاد در مجلسی به نام نامی و اسم گرامی قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام عرض ادب و ارادت میکنیم. خدا رو بر این نعمت شاکریم و سپاسگزار تا در سایه این شکر نعمت نعمتش بر ما افزون کند و گوهر محبت و ولایت اهل بیت علیه السلام از ما و فرزندان ما تا دم واپسین مستاند انشاءالله. هر که به دردی به غمی شد دچار، هر که به دردی به غمی شد دچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراشته در عالمین، اکشف یا کاشف کرب الحسین، از کرم و لطف جوابش دهیم، تشنه اگر آمده آبش دهیم، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. ای کسی که تا وقتی بودی گرد و غبار غم و اندوه از چهره برادرت میزدودی، گرد و غبار غم و اندوه از چهره زندگی من بردار، تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. روزی رسول خدا به حضرت امیر مؤمنان سلام الله علیه ما فرمودن علی جان، فردای قیامت برای شفاعت امت گناهکار و دستگیری از اونها چه سرمایه ای در پیشگاه خدا عرضه خواهی کرد؟ امیرالمؤمنین خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رسیدن، فرمودن فاطمه جان پدر شما رسول خدا چنین سوالی از من پرسیدن که فردای قیامت برای شفاعت امت گناهکار چه چیزی به پیشگاه خدا عرضه کنیم. وقتی میگیم رسول خدا، وقتی میگیم صدیقه کبرا سلام الله علیه ما، یعنی هنوز فاطمه ام البنینی سلام الله علیها در این خانه قدم ننهادد که او از او گلی به دنیا بیاد به نام قمر منیر بنی هاشم. حضرت صدیقه طاهره فرمودن علی جان به پدرم رسول خدا چنین بگو، کفانا لعجل هذه الامه الیدان المقطوعتان من ابنی عباس ابن علی ابن ابی طالب، بس است در شفاعت دستگیری از امت گناهکارم دو دست قلم شده ی جگرگوشم پسرم عباس ابن علی سلام الله علیه. حالا معلوم میشه چرا کنار نهر علقمه به خودش اجازه داد بگه یا اخا ادرک اخاک. دید کنار نهر علقمه یه مادر پهلو شکسته ای هی میگه بنیه عزیز دلم عباسم بنیه. حالا که دختر پیغمبر میفرماد پسرم، یه بار ما بگیم یا اخا برادر جان ادرک اخاک. به پدرم رسول خدا بگو کفانا بس است برای شفاعت امت گناهکار دو دست قلم شده یه پسرم عباس ابن علی. امروز روز قمر بنی هاشمه، امروز امیر در این خانه تویی تو، امروز روز گدائی در ابوالفضل عباس باب الحوائج الالله، امروز روزی است که میدانید مسلمان و غیر مسلمان اگر با آشنا باشه ناامید و مایوس از درگاه او نیست. گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، هزاران زیر و روهای روزگار ما پشت سر گذاشتیم تا سوای امسال رو درک میکنیم. چقدر عزیزان از دست دادیم در سنین مختلف، از اساتید خوب، از رفقای خوب، فامیل بستگان. گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند، کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد، صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد. یا
کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی به حق اخیک الحسین. وجود مقدس رسول خدا پیامبر اکرم نیر اعظم افق نبوت حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. فرمودند که خدای متعال در عالم سه شکل قلب، سه جور قلب، سه نوع قلب قرار داده، آفریدگار عالم. رسول خدا فرمود القلب و ثلاثه انواع، ما سه جور قلب داریم در عالم. خوب عنایت بفهمید مقدمه بحث رو با هم طی کنیم و وارد متن بحث بشیم. شما میدانید که در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام قلب به معنای روحه، نه این قلب سنوبری که درون قفسه سینه هست. البته این قلب سنوبری که درون قفسه سینه هست این بی ارتباط با اون قلب نیست که مد نظر روح باشه، جان باشه که مرکز احساس و توجه و باور و اعتقاد و جهات مختلف توش مجتمعه. قلب به معنای روح فرد، حقیقت فرد سه نوعه که تعلق خاطر پیدا میکنه به حقایق مختلف. رسول خدا فرمود قلب سه نوعه و خدا سه جور قلب در آفرینش داره. قلب چیست؟ قلب همون مرکز عواطف، احساسات، باور، اعتقاد، اما ملاک برای حشر فردای قیامت که آیا با قلب سلیم در پیشگاه پروردگار حاضر میشین یا خدایی نکرده قلب بیمار. الا من اتى الله بقلب سلیم. بالاترین سرمایه است قلب سلیم، چون جایگاه اعتقاده. بالاترین سرمایه فردای قیامت اعتقاد صحیحه. عنوان و صحیفت المؤمن حب و علی ابن ابی طالب، جواز علی الصراط. خب جایگاهش قلب دیگه، قلبه که جایگاه محبته. یه کسی از کسی پولی طلب داشت، سررسید قرض و بدهی هم مدت‌ها گذشته بود، چند بار با طلبکار قرار گذاشت زمان حیات رسول خدا، حاضر نمی‌شد. گذشت و گذشت تا یه خاطره‌ای براش پیش اومد. به کجا رسید؟ که وقتی رسول خدا در مسجدشون مشغول خطابه و سخن بودن با مردم، در اثنای صحبتشون پیامبر اکرم فرمودن که ساعتی دیگر یه فردی وارد مسجد ما میشه، عملی انجام داده و عبادتی کرده که من خاتم الانبیا حاضرم با ثواب نافله شبم معاوضه کنم. این ماجرا رو من با یک واسطه از مرحوم علامه امینی صاحب القدیر رضوان الله علیه نقل میکنم. کاری انجام داده و عبادتی انجام داده که من حاضرم با نافله شبم کار او اونقدر نزد من عزیزه معاوضه کنم. خب این تذکر برای این جمع ضروری نیست، ولی حالا این آوا رو ممکنه کسی دریافت کنه که براش لازم باشد. خب هیچ تردیدی نیست که یه دونه سبحان الله خاتم الانبیا با عبادت جن و انس قابل مقایسه نیست، با عبادت جن و انس قابل مقایسه نیست. یه دونه الله اکبر پیغمبر، پس اینکه با نافله شبم معاوضه کنم یعنی چی؟ یعنی اونقدر این عمل نزد من خاتم الانبیا خواستنی، دوست داشتنی است که حاضرم یه همچین معامله‌ای رو انجام، یعنی اون روی سکه رو بشناس چقدر ارزنده است. ساعتی دیگر چنین فردی وارد مسجد میشه. خب مسلمونا به قول ما گردن میکشیدن، منتظر بودن ببینن چه کسی میاد. بعدم چیکار کرده که پیغمبر خدا یه همچین معاوضه‌ای حاضرن؟ گذشت و یه فردی اومد، رسول خدا اشاره فرمودن که این همون باباست، اومد بین مردم نشست. رسول خدا یه نگاهی کردن فرمودن مسلمان تو چیکار کردی دیروز اونقدر نزد من محبوب و خواستنی است که چنین مسلمانای کنجکاو منتظر؟ یه قدری فکر کرد گو یا رسول الله من کاری انجام ندادم، چیزی یادم نمیاد. نه بیشتر فکر کن. وای چی یا رسول الله؟ ما از یه کسی طلب داشتیم، همون ماجرایی که گفتم، سر رسیدم رسیده بود، سر قرار حاضر شدم، اما بدهکار، عرضم به حضور شما قرار بود بیاد وصول بشه پول ما، نیامد. هرچی منتظر شدم نیامد، هرچی صبر کردم دیگه مایوس، خواستم برگردم دیگه، اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود. برگشتم، حالا مسلمان های کنجکاف منتظرن که این خاطرش به کجا میرسه. یا رسول الله اومدم که برگردم، دست خالی از مقابل خانه امیر المؤمنین سلام الله علیه عبور کردم. به قول ما سر امیر المؤمنین زیر افتاد،
داره قصه رو میگه، در حضور مسلموناست دیگه. از مقابل خانه ابوالحسن امیرالمؤمنین سلام الله علیه رد شدن. با خودم گفتم ما که بدهیمون وصول نشد، طلبمون رو بهش نرسیدیم، ما که نرسیدیم به پولمون، حالا که الان در مقابل خانه امیرالمؤمنین علی هستیم، برم یه عرض سلامی بکنم بهش و برم. حالا داره تعریف میکنه، همه میشنون. یا رسول الله، من با همین اندیشه و فکر اومدم جلو، در زدم، در قلباب کردم. مولا آمد پشت در، دستم رو گذاشتم رو سینم، گفتم السلام علیک یا امیر المؤمنین. شما که مقابل ایوان نجف اینقدر لذت میبری، با آدم ببری. تا اسمشو میبرن قلب آدم پر میکشه، میگه برم خونه پدری. انا و علیان ابوا هذه الامه. اگر در مقابل سیمای امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بگیری، بعد بگی السلام علیک یا امیرالمؤمنین. من نمیگم خوب آدمی هستم، اما یادم میاد فاطمیه هایی که بر غربت همسر تو گریه کردم، بر جوانی تو گریه کردم، بر فرق شکافته تو اشک ریختم. شما چقدر لذت میبری مقابل سیمای حضرتش بایستی. السلام علیک یا امیرالمؤمنین. گر به تو افتادم نظر، چهره به چهره، رو به رو، شهر دهم غم تو را، نکته به نکته، مو به مو. بهش میگم من شیعه خوبی بر تو نبودم، اصلا شیعه نبودم، چون شیعه منشای علی یا پشت سرش حرکت کنه، مشایعت کنه، اما به جان خودت ساگن دوست داشتم. به من از بچگی گفتن می نشینی بگو یا علی، بر میخیزی بگو یا علی، درد داری بگو یا علی، درمان میطلبی بگو یا علی. من دوست میداشتم. البته محبت هم درجات داره ها، اگر محبت به درجات بالا رسید، آدم طاقت شکستن دل محبوب رو نداره. تأصل اله و انت تظهر حبه. چگونه میشه کسی ادعای محبت بکنه اهل معصیت هم باشه؟ ان کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطیع. منصوب حضرت صادق علیه السلام، اگر محبت صادقانه است باید اهل اطاعت محبوب باشی. ان المحب لمن يحب مطیع. بس دروغ میگم دوستش دارم؟ نه به خدا سوگند. این مقصود اینه که این اشعار منصوب به حضرت صادق سلام الله علیه، یعنی درجات محبت اگر اوج بگیره و شعله بکشه به قول من آتش محبت، اتباع و پیروی و تبعیت هم فرمانبری میاره. این همه که تو روایات تأکید شده است روی به قصه محبت، فقط بحث ثوابش و اجر قیامت و بالاترین سرمایه قیامت محبت اهل البیت هست که هست، واقعا تکیه میکنن اون، فقط به قصه سرمایه نیست، قصه اثر تربیتی محبته. آدم ناخودآگاه رنگ محبوبش رو میگیره. اگه کسی رو خیلی دوست داشته باشه، ناخودآگاه رنگ او رو میگیره، شبیه محبوبش لباس میپوشه، آرایش سر و صورتش رو به امثال این همرنگی میاره دیگه، مثل اون میشه. میگه پسندم آن چرا جانان پسندد، به شرطی که جانانش باشه. حالا مسلمان ها دارن گوش میکنن، یا رسول الله، پشت در خانه در زدم، مولا آمد، السلام علیکه یا امیر المؤمنین. مولا جواب مرحمت فرمود. گفتم یا امیر المؤمنین، من هیچ کاری نداشتم، فقط آمدم خدمت شما عرض سلام کنم، بگم من شما رو دوست میدارم، محبت تو در قلب من خانه کرده. گویند که هر که را دارد دوست، از بعد وفات هم همو مونس اوست. یا رب تو گواهی که ندارد این دل، غیر از علی و پیامبر و آلش دوست. اومدم بگم من شما رو دوست دارم، مولای تبسمی فرمود، ما از هم جدا شدیم. رسول خدا گریست، فرمود این کار و اونقدر من دوست دارم، تماشای سیمای امیرالمؤمنین از سر محبت و دوستی، اونقدر دوستش می‌دارم. نگاه به سیمای حضرت عبادت دیگه، تردیدی نیست. انشالله چشم من و شما به زودی روشن بشه به این روایت نورانی. وقتی شما ایوان طلایی با صفا رو پشت سر میگذارید، پشت سر که میگذارید، وارد روضه علوی که میشوید، اون بالا احادیثی هست که اهل سنت هم نقل کردن. رسول خدا فرمود علی جان، مسئله تو مسئله کعبه مستوره است. الحج الیها فریضه و النظر الیها عباده. این که مردم قصد و آهنگ تو رو باید بکنن، کعبه به سمت کسی نمیاد، مردم باید قصد تو رو بکنن، آهنگ تو رو بکنن، به سوی تو پیش بیان. و نگاه به کعبه عبادت، همچنانی که نگاه به شما هم عبادت. و النظر الیها عباده.
خب جایگاه این الان من به شما عرض کردم، دل ما متوجه حضرت میشه، خدا را بر این نعمت شاکریم. جایگاهش کجاست؟ قلبه. این عبادت قلبه. همه اعضا و جواره عبادت خودشونو دارن، با اجازتون معصیت خودشون هم دارن. چشم عبادت خودشو داره، معصیت خودش هم داره، گوش همینجور، دست و پا همینجور، زبان همینجور، قلبم عبادت داره، معصیت داره. بالاترین عبادت قلب حب فی الله و بغض فی الله، دوست داشتن دوستان خدا و برای خدا دوست داشتن، دشمن داشتن دشمنان خدا و برای خدا دشمن داشتن. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. یعنی شیعه امیرالمومنین علیه السلام دوستی ها و دشمنی هاش مدار داره، ملاک داره، مدارش هم نفس خودش نیست. هر کس با شما دوسته، من با او در سلم و در آشتی هم. هر کس با شما در دشمنی است، منم با او در دشمنی هستم. سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم. عبادت قلب، معصیت قلب. جایگاه این محبت هم قلب دیگه. حالا با همه محبت هایی که قلب پیدا میکنه به مصادیق مختلف در عالم، رسول خدا فرمود القلب علا سلاست انواع. ما سه جور در عالم قلب داریم. قلب مشغول به دنیا. این مقدمات رو با هم تیک کنیم تا به این مظلومی که امروز جهان نام مبارک او رو در روز تاسو، هر کس او رو شناخته نام او رو میبرد برسیم. یک، قلب مشغول به دنیا، قلبی که اشتغال به دنیا پیدا کرده. دو، قلب مشغول به العقبا، قلبی که اشتغال پیدا کرده به سرای دیگر و عقبا، این دوتا. سه، قلب مشغول به المولا. یا نفس من بعد الحسین هونی. همین اول شلی کرده باشم به هدف تا در دامنه بس با هم جلو بریم. اما سوم، القلب مشغول بالمولا، چگونه من آب روان بنوشم. این ادا در آوردنی نیست. قلبه باید مشغول باشه، مشغوله دیگه. اگه مشغولش هست اصلا یاد چیز دیگه نمیفته، اون تشنه است. چگونه من آب روان بنوشم، صدای الاتش رسد به گوشم. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. تو میخوای بعد از حسین زنده باشی؟ قلب مشغول بالمولا. برای هر کدوم آقا رسول گرامی اسلام توضیحاتی دادن. قلب مشغول به دنیا، قلب مشغول به عقبا، قلب مشغول به مولا. حالا مولا در معنای مطلق کلمش پروردگاره، خدا مولای ماست، ولی مؤمنین است. اما خب انما ولیکم الله، بعدش و رسوله، بعدش والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. 55 مائده. تنها ولی و سرپرست و صاحب اختیار شما خدا، رسول او و اون مؤمنانی هن که در رکوع نمازشون صدقه میدن، انگشتر داده، زکات داده. علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم. علی را در قدیر خم نبی بگرفت روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. معرفی کرده قرآن، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. ولی سرپرست اول خدا، رسول و مؤمنانی با این اوصافن. خب بریم جلو. برای هر کدوم از این سه تا قلب که علی سلاست انواع، قلب مشغول به دنیا، قلب مشغول به عقبا، قلب مشغول به مولا، رسول خدا توضیح دادن. و اما القلب المشغول به دنیا، و اما اون قلبی که اشتغالش به دنیاست، له الشدت و البلا. له الشدت و البلا، ویژگی قلب مشغول به دنیا له الشدت و البلاست. این که دائم در شدت و بلاست. بلا شما میدونید مطلقه، یعنی فقط بار منفی نداره، به معنی گرفتاری نیست. بلا یعنی امتحان، زمینه آزمون و آزمایش. و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات، ربهو به کلمات. بلا و ابتلا یعنی زمینه امتحان و آزمون و آزمایش. قلب مشغول به دنیا له شدت و البلا، دائم در زیر و روهاست،
در تقلب احوالاست، در شدت، ثباتی در کار نیست، در اشتغالات دنیاست، به آنچه که بهش دنیا گفته می شود. اگر مشغول به دنیا شد، تو این دنیا زندگی نکنیم، تا مشغول نباشه قلبمون به دنیا چرا زندگی بکنیم؟ هم خوب میخوره، هم خوب میخورانه، هم خوب میپوشه، هم خوب میپوشانه. معناش نیست که زندگی مادیشو تعطیل بکنه، اما مشغول به دنیا هست یا نه. اصلا زاهد به چه کسی میگن؟ کی گفته که زهد به معنی نداشتنه؟ نمیشه آدم به همون کشکول درویشی سادش که زندگی درویشی داره، اسمش هم روشه کشکول درویش، چنان وابسته باشه که کشکولشو ببرن خوابش نبره؟ خب این خیلی زاهده. چه کسی گفته زهد به معنی نداشتنه؟ زهد نقطه مقابلش رو باید شناخت تا زهدو بشناسی. تعرف الاشیاء به ازدادها، جز به زد، زد را همی نتوان شناخت. زدشو بشناس، خودشو بشناسی. زهد نداشتن نه. بعضی هستن که به همون کم و بسیار کمی که دارن چنان وابستن که از همون کم، از هر دنیا پرستی دنیا پرستن. مگه اون ملعون ازل و ابد که خدا به عدد فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام عذاب تازه‌ای بر او وارد کند، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اون فز غلیظ القلب لعنت الله علی، زاهد بود؟ مگه نان و سرکه نمیخورد در دوران خلافتش؟ مگه سوار بر مرکب ساده نمیشد؟ مگه در القدیر از مدارک سنی ها نیامده که وقتی سوار بر مرکب ساده شد به سرکشی و بازدید به شهرهای مختلف رفت، مردم اون دیار نشناختنش که خلیفه المسلمین به زبان خودشون فلانیست؟ نشناختنش، شنیده بودن که خلیفه قراره به بازدید میاد، اما پس برو پیش برو حتما داره، ما متوجه میشیم خلیفه میاد. اما اومد یه کسی سوار الاغ بود و سوار چارپایی و اومد و رفت و ناشناسی هم بود و لباس ساده ای هم داشت و نه هنوز معلوم میشه خلیفه نیامده. بعد با شواهد و قرائن فهمیدن خلیفه بوده، البته متخلف بوده. خب چون نان و سرکه میخورد در دوره تخلفش، نه خلافتش، این آدم خیلی زاهده؟ نه. میشه کسی از لذت شکم گذشته باشه ولی دنیا پرستترین دنیا پرستها باشه. اصلا دنیای هر کسی یه چیزه، مگه دنیا همه شکمه؟ مگه دنیای همه پوله؟ اتفاقا لذت مقام، اینکه آدم رو خلیفه زاهد بدانند و بی‌رغبت به دنیا، خیلی لذتش بیشتر از شکمه. ولی آقاشون رو آقای زاهدی بدونن. امیر ما کسی است که زندگی زاهدانه ای داره، ولو نان و سرکم بخوره، ولی بگن آقای ما رو ببین، این جانشین رسول، آقای ما چنین آدمی است. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجا، این بدبخت که فرسخ ها از صدیقین فاصله داشت، اگه کسی به صدیقین و رتبه صدیقین برسه، آخرین خانی که باید طی کنه به قول شما جوانترا، نوجوانترا، قول ملحره آخرش، اونا رو همه رو رد کنه، حب جاهه. یعنی صدیق بشه که من خوابشم نمیبینم، تازه بعد یه گردنه دیگه رد کنه به نام حب جاه، حب مقام، خیلی شیرین تر از ثروت و خیلی شیرین تر از خوراک رنگینه. خب حالا خیلی زاهده، چون سوار بر مرکب چنین میشد و غذای چنان. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من زهد و بین دو کلمه قرآن معنا میکنم. پس زهد، شنیدم عابدی در کوه ساری قناعت کرده از دنیا به غاری، نیست. میشه در همون غارش نشسته باشه، مشغول ذکر باشه، و اما دنیا پرستترین دنیا پرست باشه. چجوری؟ مگه بلعم باعور ماجراش چی بوده که عابد چنین و چنان؟ شاید بعضیا نشنیده باشن که به مقامی عجیب و غریب رسیده بوده و مستجاب و دعوه شده بوده و ریاضت ها و ختم ها و چنین و چنان، چیز عجیبی بوده از عبرت های تاریخ. قصتش هم بارها شنیدید، نمیخوام تکرار کنم. اما حسن عاقبت نداشت، همه میدونید، مشرک و سجده بر شیطان کرده از دنیا رفت. میدونید شیطان مجسم شد لحظه آخر، گفت اگه بر من سجده کنی نجاتت میدم. چون وقت نیست الان من عرض بکنم، قصتش مفصله، اگر خاطر مبارکتون نیست میتونید سرچ کنید پیدا کنید، قصتش معروفه. سجده بر شیطان کرد و چنین و چنان، کافر از دنیا رفت. آدمی که اونجور، امام باقر سلام الله علیه فرمود دلیلش یک چیز بوده، بنده نفسش بود از همون ابتدا. چرا به اون مقام ها رسید؟ این قانون طبیعت، کسی ریاضت های تحمل کنه به این مقاماتی میرسه. چرا امام باقر؟ برای اینکه این آدم جوان و جوان تر بود که داشت این پله های ترقی رو بالا میرفت.
شنیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری، تو غارش نشسته بود ذکر میگفت. امام باقر سلام الله علیه فرمود پایین اون خلاصه کوه، کوه پایه، مادر پیرش صداش میزد، کارش داشت. اینم که شروع کرده بود یه اذکار عجیب و غریب مفصلی رو گفتن که برسه به یه مقاماتی، یه لحظه موند که مادر صدا کرد. اونایی که سایه مادر به سر داریم قدرشون رو بدونیم. به خدا سوگند این نعمت، این فرشته آسمانی با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. اونایی که پدر سایه به سر دارید خیلی قدر بدونیم. بعد که آدم از دست داد با هیچ چیز دیگه ای قابل تدارک نیست. خیلی هنر کردم، بهش میگم دیدی راهی که من گفتم خلوت تر بود، چقدر من باید بدبخت باشم آخه؟ دیدی راهی که من پیشنهاد کردم ترافیکش کمتر؟ خوب که فلانی شجاعی رو میگم و نه شما، خوب که خیتش کردی به کجا میرسی؟ ما یه استاد بزرگواری داریم، سایه‌شون به سر ما مستدام باد. بارها به من گفته، فرموده که فلانی من حسرت اون شبی رو میبرم که پدرم مشغول نافله شب بود، منم طلبه و ادبیات عرب خونده و خلاصه داغ بود، درس نفت تو ذهنم بود و فاصله گرفته بود، پدر ایشون هم اهل علم بوده، اما خب فاصله گرفته، به قول طلبه تاریک بوده، فاصله گرفته بوده. یه عبارتی رو در یه دعایی که الان یادم نیست ایشون ا رو ا گفته بود، او رو ا گفته بود. نمیخوام بگم دقیق نباید دعا رو خوند، باید دقیق خوند، باید ملایی و علمشو داشت، با معرفت بود، اعرابشو درست خوند. اونجا ما حالا طلبه درس خونده، همینجوری که سرم رو بالش بود چشام باز کردم گفتم که انا ا، بعدم خوابیدم. یه حالت خجالتی در پدرم ایجاد شد، یه نگاهی به ما کرد و حالا اصلاح کرد یا نه، ایشون میگه من یه عمری خودم رو سرزنش میکنم چرا اون شب این حرفو به پدرم زدم. هنر کردی گفتی، خدا لنگ اعرابه. نمیخوام حرفای روشن فکری بزنم، اما بنده وظیفه دارم درست بخونم اونی که امام صادق علیه السلام فرموده بخونم. حضرت رضا علیه السلام فرمود این دعا رو بخون، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اون شنونده دعا یادگیرنده گفت یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. حضرت فرمود اونی که گفتیم بگو. گفت مگه خدا مقلب القلوب والابصار نیست؟ فرمود چرا، ولی این گفتم بگو چشم. باید درست خوند، نمیخوام روشن فکر بازی دراریم. اما اون شب گفتم طوری میشد، ما خودنمایی کردیم، ما چیزی یاد گرفتیم. یه عمریه در خلوتم رنج میبرم که چرا اون شب به پدر پیرم چنین. پرانتز بسته. پایین غار صدا میزد. اینم برای لحظاتی دودل شد. امام باقر سلام الله علیه گزارش میفرمود. جوابشو بدم، جوابشو ندم. این صحنه های انتخاب برای من و شما پیش میاد. حیفه. صدها بار این ذکر رو به مثل تکرار کردم، حالا دوباره کنترل رو صفر کنم، قیچی کنم ذکر رو، اثر و خاصیتش میره، ادامه بدم. قدر الرجل علی قدر همته. قدرها و منزلتها در همتها انتخاب هاست. چیو انتخاب میکنی؟ رسیدن به اون مقامو یا اطاعت امر مادرو، کدومشو میخوای؟ جواب ندادم. بار دوم جواب ندادم. بار سوم مادر متوجه بود که من مشغول ذکرم، دلم نمیاد ذکرمو. نفرین کرد اون مادر، یا بهتر بگم دل شکسته شد. جمله ای گفت، گفت امیدوارم اگه داری ذکر میگی این ذکر تو رو به جایی نبره. خیلی دل شکسته، دفعه داره بچهشو صدا میزنه، بی اعتنایی کرده. بعدم به هیچ جا نرسید. میدانید قلب مشغول به دنیا چی میخواستم بگم؟ اولین دسته قلب، قلب مشغول به دنیاست. حالا این آدم دنیا پرست نیست، هوا پرست نیست، اون نانجیبی که نام بردیم لعنت الله علیه، از هر دنیا پرستی دنیا پرست. چون لباس ساده داشت، چون این بابا توی غار میشست، خب این که نیست دنیا. دنیای هر کسی یه چیزه. زهد یعنی چی؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه فهمون زهد بین دو کلمه قرآنی است، یعنی دو عبارت قرآنی. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. به آنچه که از نعمت خدا به کسی خدا داده بیش از حد، به قول ما از کوره در نره در خوشی و خوشحالی، خیلی بالا پایین نپره بشکم بزنه. و آنچه که از دست داد و خدا از او گرفت به خاطر امتحان و آزمایش بیش از حد، به قول معروف اگه کسی یه جایزه آنچنانی به تعبیر من تو بانک برنده شد، یه ماشین چنین و چنان و کذا،
وقتی خیلی خوشحال شد بالا پایین پرید و بشکن زد، از حد اعتدال بیرون رفت، خوشحالی طبیعیه. اما از کوره در رفت در خوشحالی، مسلما اگر اومد دم در دید آقا دزد ماشینه رو برده سکته میکنه میمیره. اونی که خوشحالیش اونجوریه، بدحالیش هم اینجوریه دیگه. قصه قلبه. قلب مشغول به دنیا. زهد یعنی چی؟ نقطه مقابل تورف الاشیاء به ازداده، نقطه مقابلش میشه رغبت، شوق، چسبیدن. یه زهد داریم، یه رغبت. دنیا داره، از دنیا هم استفاده میکنه، اما اگر قرار شد بکنه میتونه بکنه. دل کندن از خودش داره. ممکنه کسی کم داشته باشه، از همون کم دل کندن نداشته باشه. ممکنه کسی زیاد داشته باشه. البته خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه کربوسچیان رضوان الله علیه یه تذکر اینجا داشتن که آدم سر خودش کلا نگذاره، همه چی رو دور و بر خودش آدم جمع بکنه و جمع بکنه و جمع بکنه و جمع بکنه، بعد هی بگه مرد اونی که داشته باشه دل نبنده. ایشون میگفتن که خب این چه دل بستن، مگه شاخ و دم داره؟ همه رو دور خودت جمع کردی، همه دنیا رو میگم، بعد هی شعار مرد اونی که داشته باشه دل نبنده. خب دل بستن همینه دیگه، مگه شاخ و دم داره؟ اینی که دور خودت جمع کردی یعنی دل بستی. آدم نباید سر خودش کلاه بگذاره. یک شد قلبون مشغولون به دنیا، له شدت و البلا، شدت و بلا هم همراهش هست. چرا؟ دلار چند شد؟ قیمت آخرین بشکه نفت چجوری میشه؟ یه دم هستن گفت قربان خودم که خر ندارم، از کاه و جوش خبر ندارم. این عامیانشه، اما غیر عامیانش هم له شدت و البلا، به میزانی که چسبیده. باز تکرار میکنم، معناش نداشتن نیست، معناش نچسبیدنه. دو، قلب نوع دوم، قلب مشغول بالعقبا، قلبی که مشغول آخرته، یعنی سرای دیگر، عقبا. اما القلب المشغول بالعقبا فله درجات العلا، درجات عالی است. خب فکر و ذکر و دلش اینه دیگه. الان من و شما میگیم دیگه این گل انتخاب ها اینه، این از هم قلب مشغول بالعقبا دیگه، له درجات العلا، درجات علام در انتظارش هست، قلبش مشغول اون طرفه. اما نمیشه یک کوچولو توش سعادت شخصی نفسانی هم نهفته باشه، اشکال نداره ها، اما دلش گلابی میخواد. توجه دارید من چی عرض میکنم دیگه؟ اشکالی نداره، اما خب بهشت میخواد. آب و هوای جهنم برام سازگار نیست، من در بهشت راحت تر زندگی میکنم. عقبا میخواد، خیلی انتخاب خوبیه، اما از این کاملتر و بهترم هست. مگه عبادت تجار و عبادت بفرمایید عبید و سومیش چی بود؟ احرار. احسنتم، نترسین، عبادت احرار. عبادت تجار روشنه، تاجر پیشگی، زودی هم گاز ندم ازش رد شم. عبادت تجار برای خدا کار بکن، برای بهشت و قصر بهشتی کار نکن، برای نمیدونم حورالعین کار نکن، برای خدا باشه. نه، اینقدر ارزشمند عبادت تجار، ای کاش من عبادت تجار داشتم. اینا کلاسش کلاس من نیست، زودی بگم عبادت تجار مهم نیست. عرض من مفهومه؟ اگه من عبادت تجار داشتم باید کلی عمامه و روسری و کلامون همه رو مینداختیم آسمون. چرا؟ این همه به ما میگن نماز چی بخون، پاداش 60 سال عبادت مگه انجام میدم؟ کاش انجام میدادم، بی خیالم، اصلا برام مهم نیست. خود عبادت تجار داشتن چیز بدی نیست، پله پله، بله بالاتر و بالاتر از او هست. به ما گفتن فلان روز روزه بگیر، فلان نماز رو بخون، این سوره رو بخوان هر شب، سوره فجر را حضرت صادق سلام الله به تناسب عرض کنم مثالو، حضرت صادق سلام الله علیه فرمود اگر کسی در نماز فریضه شبانه روزش، یک نماز فریضه از صبح تا عشا، یک نماز فریضه سوره فجر را بخواند، کان مع ابی عبدالله الحسین و اصحابه فی درجته، با اونا محشو. چرا؟ اولا چند نفر ما توفیق پیدا میکنیم این کار انجام بدیم، خیلی ساده، هر کسی که به نظر ساده اومد که معناش نیست ما توفیق انجامشو داشته باشیم، روایت هم هست، صحیح و سند هم هست. خب اگر اینا رو من شنیدم انجام میدم، یا باز تنبلی میکنم، میگن از رو کارتم میتونی بخونی، از رو قرآن هم بخون اگر حفظ نیستی، مصحف باز کن، اشکالی نداره. من انجام میدم؟ نه، بی خیالم، برام مهم نیست. همینجور عبادت تجار. از اون ور میفرمایید که عبادت عبید، ترسان از آتش جهنم،
اینا کلاسش خیلی بالاتر از اظهار نظر منه. آه عبادت تجار که مهم نیست. چرا مهم نیست؟ عبادت عبید، ترسان از آتش جهنم. این همه به من گفتن که سی غیبت یه مسلمانی بکنه، خدا تا 40 شبانه روز نماز رو قبول نمیکنه، من بازم غیبت میکنم. خب من اگر عبادت عبید داشته باشم، ترس از جهنم، مگه بد چیزیه؟ کلاسش کلاس عادی نیست. به ما فرمودن از سام اول الغیبه که عهد المخطابین، من کاری نبودم. گفت به ما، شنیدیم، ما که حرفی نزدیم، که از این دفاع من نمی کنم. یک باب حدیث داریم تحت عنوان از سام اول الغیبه، شنونده غیبت یکی از دو غیبت کننده است، یکی با زبان غیبت کرده، یکی با گوشش غیبت کرده. اون که غیبت شنیده، غیبت کرده، منتها با گوشش شریک هم هست، مگر اینکه اون بنده خدا اونقدر حرفه‌ای زود غیبت کرد شما نرسیدید که ترمز بهش بدید. اما اگر آدم دل میده، دوست داره که هم بگو، بعدش چی شد؟ خب دوست داره دیگه، میشه از سام اول الغیبه که عهد المخطابین. خب اگه من میترسیدم، عبادت عبید داشتم، به نفعم نبود؟ چرا؟ بله، یک کلاس رتبه عالی داره به نام عبادت احرار، که نه شوق بهشت است و نه ترس از جهنم، که اصلا راجبش آدم حرف نزنه، خودم رو میگم خیلی بهتره. مگه ساده است عبادت احرار؟ عبادت امیر المؤمنین سلام الله علیه ابدا ساده نیست. قلب دوم، قلب مشغول به عقبا شد، با چه توضیحی؟ فلهو درجات الاولا، از همه کاملتر، از همه زیباتر، از همه ارزنده تر قلب سومه. و اما القلب، اون قلبی که مشغول بالمولا، قلبی که مشغول به مولاست، مصداق اتمش پروردگار. اما در مصادیق پایین‌تر عرض کردیم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلا تا آخر آیه. و اما قلبی که مشغول به مولاست، دسته سوم نتیجه بگیریم و وارد توسل بشیم. کدوم قلبه؟ اما القلب، فرمایش رسول خداست، اما القلب المشغول بالمولا، اون قلبی که مشغول به مولاست، فله الدنیا والعقبا والمولا، هم دنیا رو داره، هم عقبا رو داره، هم مولا رو داره. یعنی پولدار میشه، دنیا رو داره، یعنی چی؟ یعنی آرام زندگی میکنه، نه اینکه غم نداره. اشتباه نکنید، کسی که مولا داره، قلبش مشغول بالمولا، فله الدنیا والعقبا والمولا، هر سه تاشو با هم داره. سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی. دنیا رو داره، یعنی مریض نمیشه، مغروز نمیشه، اما مولا رو داره. یا جواد الائمه به ما میگن تو خونه میدی، خونه بده، قلبم مشغول به بی خونه بودن، توسل میکنم به جواد الائمه. قلبش یه جا دیگه از احساس بی پناهی نمیکنه، کسی رو داره بهش مراجعه کنه. کسی که بابا داره، در میزنه میره اتاقش، بابا باش حرف میزنه، بابا داره، پناه داره. فلهو دنیا، نه که در دنیا مشکل نداره، اما پناه داره، امیرالمؤمنین داره، صاحب الزمان داره، تو همون مشکلات دنیاش بی پناه نیست. ولی عقبا، کسی که قلبش مشغول به مولاست، عقبا هم داره. چرا؟ چون همچو مرغی که دانه برچیند، صدیقه طاهر سلام الله علیه ها رو میکنن در صحرای محشر، خدایا من در دنیا که قدرم شناخته نشد، حبیبه ما چرا داخل بهشت؟ اولین کسی که وارد بهشت میشه زودتر از خاتم الانبیا صدیقه طاهر است. بهشت من در انتظار شماست. من که در دنیا قدرم شناخته نشد، میخوام الان یه قدری شناخته بشه. برگرد حبیبه ما به صحرای محشر، هر کسی تو بخواهی، هر کس که تو بخواهی، حکمان چه تو اندیشی، امران چه تو فرمایی. هر کس که محبت شما رو در قلبش داشت، محبت دوستان شما رو در قلبش داشت، با خودت به بهشت ببر. شما ملکه ی آفرینشی، هر چی شما بگی. خب قلبون مشغولون بالمولا فله الدنیا، عقبا هم داره، چون سرمایه به نام صدیقه کبرا داره، امیر المؤمنین داره، سید و شهدا داره، برای آخرت سرمایه داره، کشتی نجات داره. کل ناصف و نجا ولیکن سفینت الحسین اسرع، همه ما کشتی نجاتیم، کشتی نجات سید و شهدا، هم اسرع هم اوسع، درسته؟
اما این کشتی باید رو آب حرکت کنه دیگه، رو خشکی که نمیشه که. چجوری رو آب حرکت میکنه؟ همینقدر که قطرات اشک از گونه شما جاری شد، انا قتیل العبرات، این کشتی رو موج اشک شما راه میفته، متا بود و سوار شد. روز تاسوعاست، داره دهه تمام میشه، تا راه میدن تو کشتی سوار بشیم جا نمونیم. قلب مشغول به مولا، دنیا داره، عقبا داره، از همه مهمتر ول مولا، مولا داره. مولا داره یعنی چی؟ و سیق الذین میکشن ببرن به سمت بهشت، یه عده نمیرن، اون عالم جلیل القدر بزرگوار بهشت آمده گردن. گفت مدتی ذهنم مشغول بود چرا باید بکشن ببرن به بهشت، بهشت دیگه، بهشت دیگه، یارا بهشت صحبت یاران همدم است. بهشت خیلی خوبه ها، اما ما منتظر یه آقای دیگه هستیم به نام حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما القلب، قلبی که مشغول بالمولا، فله الدنیا والعقبا والمولا. من دنبال آقام میگردم، میخوام با آقام باشم. بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود، جگرگوشه ی علی بود سید الشهدا. این قلب مشغول به مولاست. انشاءالله باز فرصتهای دیگه بتونیم باز بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم. خدا به همه ما قلب مشغول به مولا کرامت بفرماید. السلام علیک یا قمر العشیره. قلبش مشغول به چی بود؟ ابوالفضل سلام الله علیه. این همه گفتیم، قلبش مشغول به چی بود؟ ای اهل حرم، میر و علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، قلبان مشغولان بالمولا. هیزی قلبش مشغول بود، میدونی چرا؟ هی رجز میخوند، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، قلبان مشغولان بالمولا. دو برادر، دو یل دلاور از دو جناح لشکر رفتن به سمت شریعه، سید الشهدا و قمر بنی هاشم. خبر سلامتیشون رو به همدیگه با رجز میدادن. سید الشهدا میفرمود انا ابن محمد المصطفى، اون طرف خبر سلامتیشو میداد انا ابن علی المرتضى، قلب مشغول بالمولا. این طرف میگفت انا ابن فاطمه الزهرا، مادر من کنیز مادر شما بوده. میگفت یا سیدا، آقاشو با عظمت یاد میکرد، یعنی قلبم مشغول توست، رشته ای بر گردنم افکنده دوست. این آقایی که اون طرف شریعه است، جان ابوالفضله، روح عباسه، جانان عباسه. و عباس فدایی مشک آب شد، وقتم گذشته. صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس. بعد من و شما کنار اون ذریح بلند بالا، دستهایش ز پیکرش افتاد، گفت عشق است هر چه باد آباد، خون چکان هر دو دست و او می گفت تار مویی کم از حسین مباد. دست راست و قد کردن، همچنان رجز می خوند، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندینی و ان امام صادق یقینی. مشکو به دست چپ گرفت، دست چپش هم انداختن، بازم رجز میخونه. تو رجز ها تربه، خوشحاله، یا نفس من بعد الحسین هونی. خیلی عجیبه رجز، دست راست یه رجز داره، دست چپ یه رجز داره. لا تخشی من الکفاری و ابشری برحمت الجباری. اما یه نانجیبی تیری انداخت به چشم راست سقانش، از پا از رکاب بیرون کشید، از حیله جنگی استفاده کند، سر و خم کرد، تیر و میان دو زانو، سر و عقب کشید، تیر بیرون آمد، اما حدقه چشم پاره کرد، خون جاری شد، سر اوریان شد. نانجیبی چنان با عمود آهن به فرق عباس زد، از صدر زین به زمین صدا زد، یا اخا ادرک اخاک، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض تسلیت خدمت صاحب الزمان، به خاک پای حضرت ولی عصر عرض تسلیت و سرسلامت تقاضا کنم صلوات با توجه با وعجل فرجه هم خط بفرمید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. از مجلسی که شب اول محرم عرض کردیم که قدر بدانیم و سر سفره نشسته ایم که حالا 11 شب و 2 روز لااقل در این دهه مجلس برپا خواهد بود، به ظهر عاشوعا رسیدیم. خوش به سعادت کسانی که در تمامی این 10 مجلس یعنی 9 مجلس تا دیشب و امروز همه هم مقمشان این است که برای ارباب و مولا و ولی نعمتشان دعا کنند. خوشا به سعادت اونها، برای عاقبت به خیری خودمون، فریب این که پیراهن سیاه تنم است و یه ریشی رو روی تنبلی کوتاه نکردم و چندین سال در مجالس ابا عبدالله مشرف بودم و پدرم که بود و پدر بزرگم که بود رو نخوریم. مطلبی رو که اشاره فرمودند خطیب معظم و مکرم مجلس جناب آقای شجاعی در ارتباط با اون فرد عابد، بدانیم که همان یک نمونه نبوده، از صبح تا شام در اقصانقات عالم بر سیساهایی هستند که انتهای کارشان به سجده بر شیطان میرسه. باور می کردم من که یک روز فلان کلام از دهن فلان شخص خارج شود. زنده مانده اید و دیده اید و دیده اید. به شرک در توحید برسد و به شرک در نبوت و به شرک در ولایت. روزگار بسیار پرشر و پرشوری داریم و به سرمنزل سعادت رسیدن در این روزگار آخرالزمان، اون روایتی که فرمودند که لابد من فتنت سماء سیلا یسقط فیها کل بطانت و ولیجه. اینا رو برای من و شما بزرگواران فرمودند، برای من و شما، برای مسیحیان کشورهای اسکاندیناوی نیست، برای شیعیان 12 امامی ولایی هیئتی سینه زنه. حتی یسقط ما یشق الشعر به شعرتین، بعد کارم به جایی برسد که یاوه بگویم. پناه ببریم، روز تاسوعاست. این مجالس، مجالس ذکر مصیبت امام، رسالت دیگری برای این مجالس بنده قائل نیستم، لااقل اون بخشی که مربوط به بنده است، ذکر مصیبت بد بکنیم. معالم دینمون رو هم اگر میگوییم و میشنویم به برکت ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام است. ولی بترسم از این که روزی برسد که از سر این کوچه، هر کوچه‌ای که درش روزه‌ای برپاست، بگذرم و با یک نگاه تحقیری بگویم اینها در 1400 سال پیش گیر کردند. سیره استغفار رو با هم بخوانیم. عرض ادب به ساحت مقدس ولی نعمتمون حجت ابن الحسن و بعد هم انشاءالله دستی به ذیل عنایات و برکات و توجهات حضرت قمر العشیره علیه السلام. روایتی است که
سند عجیبی هم دارد. هر سال شاید یک جمله یا دو جمله از این روایت رو خوندیم. این روایت رو من به دو قسمت میکنم، یه قسمتش رو امروز و به شرط حیات قسمت دیگرش رو فردا در مجلس ناحیه خواهیم خون. راوی محمد ابن سنان است، از نزدیکان امام باقر و امام صادق. از کی نقل میکنه؟ از ابان ابن تغلب، از نزدیکان امام باقر و امام صادق. از کی؟ از عبدالملک ابن اعین، برادر زراره، از نزدیکان امام باقر و امام صادق. یعنی سه تا رتبه یک. عبدالملک که از بنی اعین، از سه تا برادر اینجور که تو ذهن من هست بوده، زراره و ایشون و دیگری. میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام. ببینید فضای بنی امیه چه بوده که تا زمان امام صادق در این شخص این سوال باقی مونده، اومده سوال کرده. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن صوم تاسوعا و عاشورا من شهر المحرم. هر روز مبارکی در سال روزه داره، هر روز مبارکی در سال روزه داره. قبل از نماز در زیارت عاشورایی که برادر مکرممون خوندن، فرحت بهی آل و زیاد. این روز روز شادی گرفتن، تعید کردن، عید میگیرن هنوز که هنوز است. در مورد روزه گرفتن چون سنت غالب بوده، عبدالملک ابن اعین، نه که جاء اعرابیون، عبدالملک ابن اعین. شاید هم برای توضیح من قضاوت نمی کنم، اما سنت جاریه بنی امیه بوده، آمده خدمت امام صادق عن صوم تاسوعا و عاشورا من شهر المحرم. حکم روزه، روزه نهم و دهم چیه؟ میدونن روزه عزاست، اما سنت جاریه داره سوال میکنه. امام علیه السلام به جای اینکه به سبک فقهای اصطلاحی پاسخ بدهند که جایز است، جایز نیست، مرجوح است، راجح است، اهوت این گونه است، مطلبی را می‌فرمایند که اون بطن و بذر سوال رو برطرف کنه. حضرت می‌فرمایند که انا با همین توضیحی که در ذهن همه مسلمین هست که هر روز مبارکی روزه ای دارد، حضرت فهمن تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام و اصحابه رضی الله عنهم به کربلا. روز تکمیل حلقه محاصره ابا عبدالله، یعنی از دوم که وارد کربلا شدن، سپاه بعد از سپاه، شبث ربعی، خولی اسبهی، سنان ابن انس، شمر ابن زلجوشن، هر کدام با 1000، 2000، 3000. و این غیر از لشکر شام است. بماند، بحث تاریخی نداریم، سواد بنده نیست. حلقه روز نهم تکمیل شد، امان نامه مال امروزه. مهلتی که سید الشهدا خواستن یک شب مناجات کنیم مال امروزه. وجتمع علیه خیل و اهل شام، کوفی ها کنار، شامی ها هم امروز تکمیل شدن. پس 30,000 تا 60,000، 80,000 کذب و اغراق نیست. فقط کوفی هاشون به نقل امثال آقای دکتر سنگری که پژوهش کرده سالها، بالای 12,000 بودن. فقط کوفی هاشون سپاه گسیل کردن. فیلق یه ذره تو وقتای بیکاری، اگه گوشی نبود، اینترنت نبود، یه ذره کتابم بخونیم هممون. و اناخو علی، همه آنجا ساکن شدن. و فرح ابن مرجانه و عمر ابن سعد. روز شادمانی عبیدالله ابن زیاد بوده و عمر سعد به توافر الخیل و کثرتها. مگه نمیدونستن تعداد اینهایی که روبروی اینها حد اکثر 100 نفره؟
84 زن و بچه‌م باهاشونه، 200 نفر 300 نفر بگو کل جمع ابا عبدالله بوده، 60,000 نفر میخواد. ولی اینها یه تک مهرهایی رو و در رأس همه اونها کسی که امروز متوسل است حیات به ذیل عنایاتش. میدانستن که امثال این بزرگوار اینجا تمام شد. نه وستضعفو فیه الحسین صلوات الله علیه، استضعاف. اینها ابی عبدالله رو در نقطه ضعف قرار دادند و اصحابه رضی الله عنهم. وقتی حلقه محاصره کامل شه بعدش اینه و ایقنوا الله یأتی الحسین علیه السلام ناصر، یقین کردن دیگه کسی به این جماعت نخواهد پیوست. یعنی اگه کسی هم بخواهد دومان یک سپاه بیاید اینا از پشت با او برخورد خواهند کرد. لذا تک و توکیا اومدن دیگه تا فردا صبح. ولا یمده اهل العراق، و اهل عراق به مدد او نخواهند بود. امام صادق به این جمله که رسیدن مکس کردن، بعد فرمودن به ابل مستضعف الغریب، بابام فدای اون آقای غریبی که او رو در نقطه ضعف و استضعاف گذاشتن. این روز تاسوعا، حالا اگه مبارکه برو روزه بگیر. صیغه استغفار رو بخوانیم که انشاءالله یه قدری از اون زنگارهایی که از دیشب تا حالا گرفتیم شسته بشود. باز تا شب انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. من جميع الظلم وجرمي وإسرافي على نفسي، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل حقير مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفعه لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. عصر تاسوعاست. اللهم كن لوليك الحجة و
أسكنه أرضك الزوار وتمتعه يا ابن الحسن آجرك الله في مصيبة عمك العباس نوشت سر در کرسی و سر در نوشت سر در کرسی و سر در لاهوت دعا برای فرج کن سحر زمان قنود بدون لذت همسایگی حضرت دوست چه فرق می کند اصلاً بهشت با برهود قلب للمولا اینه روایتی رو که اشاره فرمودن سرور عزیزمم متذکر شدن حداف الحسین به تعبیر من خودمونی کنم فضای اون روایت رو میگن چرا تشریف نمیبرید میگن ارباب ما اینجاست بهشت ما همینجاست سپید گشت دو چشمش زگریه چون یعقوب یا صاحب از زمان جوان منتظری که زهجر شد فرتوت برای شستن روحت برای شستن روحم بدو عرضه بدار یا بقیت الله تبرکن برسان قطره ایز آب وزود یا صاحب از زمان روز نهمه آقا جان میان روزه عباس چشم ما به در است که گفته است می آید بدون شرط و شروط همیشه یاد ابوالفضل کن در این دنیا چه در زمان صعود و چه در زمان سقوط بمیرم آقا وارد روزه نشدیم گذرا عبور کنیم اما چقدر نیزه به تشییع پیکرش آمد تشییع جنازه رفتی به عزت و شرف نه به خنده و کف و سوت امان گریه برید از غمه امان نامه نداشت شمر حیات پیش صاحب جبروت
به ساحتی که ندارد در او تحیر را. چه شد که شد ز تماشای جسم او مبهوت. بماند دیگه روز سر وقت خودش، هر قصه ای جز قصه ات خوردم شرر شد. لخته به لخته جمع شد، خون جگر شد. ابی عبدالله دور از تو هر کاری که کردم خبط کردم. سودی اگر هم بردم آخر ضرر شد. درمان درد خشکی چشمم تو بودی، نام تو را بردم دو چشمم بازتر شد. از دوریت با هیچ کس حرفی نگفتم، عالم ولی از چشم خیسم با خبر شد. پروانه قصد ترک عادت کرد، یک شب اسم شما آمد وسط پروانه تر شد. گفتم حرم درمان دردم می شود، حیف دوری از کرب و بلا خود درد سر شد. بمیرم براد ابی عبدالله، من اراد الله بهی خیرا قذف فی قلبه حب الحسن و شوق زیارته. اما عصر تاسو آس مقتل نوشته در کنار الغم بود، وقت خسوف کامل قرص قمر شد. ابی عبدالله او تیر خورد، ما تو دردش را کشیدی. یک جا تمام تیرها درد کمر شد، خون دلش را بین چشمش جمع کرد و داغ میان سینه‌اش خون بسر شد. بمیرم بقیه‌ش رو نخونم، اینجور نوشتن اشاره کردن. برادر عزیزم جناب آقای نورانی، لما قتل العباس، اینو برا هیچکی ننوشتن. اول اون یکی خطو گفت ابکی علی فتن لقد ابکی الحزین و به کربلا. برا اون جوانی گریه کنم که ابی عبدالله رو به گریه درآورد. سه جا داریم و بکی الحزین بکا انالیا کنار جسم علی ابن الکبیر، کنار جسم قاسم ابن الحزن، اما کنار نهر الغم. بعد گریه با صدای بلند اون جمله رو کامل کنم، لما قتل العباس بان الانتظار فی وجه الحزن. همه دیدن ابی عبدالله دیگه در هم شکست. غلامم غلام ابو فاضلم، اسیر مرام ابو فاضلم، نمکگیر نام
ابو فاضلم، فقیر مقام ابو فاضلم. به هر گوشه این حرف رایج شده، ابوالفضل باب الحوائج شده. به خانش خداوند فضل و عدل، به ام البنین میرسد در نسل. فدای مرامش حبیب و وحب، ندیده کسی ساقی تشنه لب. شد از کودکی عاشق پنج تن، فدای راه حسین و حسن. چون این یار ناصح کجا دیده ایم، به هر جنگ فاتح کجا دیده ایم، چون این نور واضح کجا دیده ای، چو او عبد سالم کجا دیده ای. نشد عبد هر پست خود کامه ای، غمش بود داغ اما نامه ای. امان از زمان بلای عظیم، شد از تشنگی وضع خیمه وخیم. کنار شریعه به دور از حریم، چه شد حال سقا بیا بگذریم. دلش یاده یعصوب دین کرده بود، اما به راهش سپاهی کمین کرده بود. گفت 2000 نفر رو نشانده و ایستادن کنار القم عمر سعد زنازاده، تا دیدند ابوالفضل میاد. فبر از اکل جبل، مثل کوه و ویدا شد. اینا خودشون همدیگر رو عقب زدن. دخل العباس وارد شریعه شد، مشک رو پر از آب کرد. اینجا بود که دیدند دست به زیر آب برد عباس. لب خوش گلبه دریا، لب خوش گلبه دریا، چشمم ز غمت تر بود، چشمم ز غمت تر بود. داداش در جام کفن پیدا، عکس علی اصغر بود، عکس علی اصغر بود. فذکر آتش الحسین، به ثواب ذکر آتش برادر برسه. از القم خارج شد دایش، که بی دست و حیران شد و بمیرم دم القم تیر باران شد و خجالت کشید ز طفلان شد و ز یک مشک پاره پریشان شد و بمیرم به ضرب عمودی سرش باز شد، به بالین زهرا سرفراز شد.
دلش سوخ از داغ بی حد حسین، به دستان او بوسه می زد حسین، خمیده به بالینش آمد حسین، بمیرم داداش نشد چشم او را گشاید، عقیله ندارد کفیلی دگر، شده آسمان حرم بی قمر، بمیرم برات بمیرم برات بمیرم برات بمیرم داداش، پیش تو کشیدم بدن محتضر خیش، دستی به کمر دارم و دستی به سر خیش، بگذار که فریاد زنم از جگر خیش، شرمنده شدی آب اگر نیز نباشد، وای از حرمم نام تو کافیز نباشد، بمیرم داداش گفت و درخواست دارم ازت حسین، یکی این که خون از چشمام پاک کن جمال تو ببینم، یکی دیگه اینه که تا من زندم بدنم رو به خیمه نم مبر، مرا به خیمه تا زنده ام ز دخترم سکینه شد، داداش جدا شده ز پیکرم هر دو دست، فرق مرا عمود آهن شکر، حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین، حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین، ناله بزنیم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان، برادر جان سلیمان زمانی، برادر جان چرا انگشت و انگشتر نداری، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم
حسین جانم حسین جان، کسی حرف از آتش بر لب نیارد، کسی حرف از آتش بر لب نیارد، که با باید دگر سقا ندارد. حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم. آخه حسین برگشت با قد خبیده، حسین برگشت با قد خبیده، ببین رنگ از رخ زینب پریده. حسین هم با حسین غریبم و غریب، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کردیم به حق اخیک الحسین علیه السلام. دایا قسمت میدهیم به مشک تیر خورده قمر العشیره، چشمان تیر خورده و به فر عمود خورده قمر العشیره علیه السلام، اصلا امر فرج امام زمان برسان. دایا در این اصل روز تاسوعا قسمت میدهیم به آبروی ابوالفضل العباس. چقدر آبروی ابوالفضل العباس، به آبروی ابوالفضل العباس. دعای ما بی آبروها رو بر تعجیل بر فرج امام زمان مستجاب بفرما. ای پار پار پیکر ای برادر، ای پار پار پیکر ای برادر، از کین دشمن گشته این تو پر پر، خیز و با من بیا جانب خیمه ها، خیز و با من بیا جانب خیمه ها، گردید صد پار تنه تو پشتم شکست از رفتن تو، گردید صد پار تن تو پشتم شکست از رفتن تو، ای پار پار پیکر برادر، ای پار پار برادر. از کین دشمن گشته ای تو پر پر، گشته ای تو، خیز و با من بیا جانب خیمه ها، گردیده گردید صد پار تن تو پشتم شکست از رفتن تو، گردید صد پار تن تو پشتم
شکست از رفتن ای پاره 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 ای کره برادر ای پاره پاره ای کره برادر از کین دشمن گشته ای تو پر پر خیز و با جانب خیلی ها گردیده گردیده سردار تن تو کشتم شکست از رفتن تو گردیده سردار تن کشتم شکست از رفتن تو ای پاره پاره پیکر ای برادر ای پاره پاره از کین دشمن گشته اید و پرپر خیز و با من بیا جانب خیمه ها گردیده گردیده ستار تن تو کشتم شکست از رفتن تو گردیده ستار تن تو کشتم شکست از رفتن تو والله ان قطعت مو یمینی والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی حسین مادرت فاطمه آمده القمه مادرت فاطمه آمده القمه من روی برگشتن ندارم از شرم طفلان بیقرارم من روی برگشتن ندارم از شرم طفلان بیقرارم ای پاره پاره پیکر ای پاره پاره پیکر ای برادر دشمن گشته ای تو پرپر خیز و با من بیا جانب خیمه ها گردید ستار تن تو کشتم شکست از رفتن تو دادا گردیده گردیده ستار تن تو کشتم شکست از رفتن تو ای پاره پاره پیکر پیکر برادر ای پاره پاره پیکر از کین دشمن گشته ای گشته ای برخن ایز و باقن بیان جانبه گردیده دیده سردار تن تو کشتم شکست از رفتن تو گردیده سردار تن تو کشتم شکست حالا به امام زمان یادگار آخر امامت یادگار آخر جانم یه بار دیگه یادگار آخر امامت دست کربلا زند صدایت یوسف فاطمه ای امید همه شد این نما بسین اشهک یا سیدی عجل ظهورک شد این نما ای یادگار یادگار آخر امامت یادگار بی دست کربلا میزنن صدایت یوسف فاطمه ای امید همه شد این نوا بر سینه اشهر یا سیدی عجل ظهورن شد این نوا بر سینه اشهر ای پاره پاره ای پاره پاره پیکر ای برادر ای پاره پاره پیکر ای برادر از کین دشمن گشته ای تو
سحر پرخیز و با من بیا جانبه گردیده گردیده سم پار تن تو پشتم شکست از رفتن تو گردیده سم پار تن تو پشتم شکست از رفتن تو تمنای لب تو قلب دریا سوخته به تمنای لب تو قلب دریا سوخته صورتت افتاده رو خاک و صحرا سوخته پیکرت را جمع کردم قد یک جهباره شد پیکرت را جمع کردم قد یک گهواره شد زیر خورشید عراقی قد و بالا سوخت چشم و هایت را که دیدم چشم هایم تار شد که تو حالا سوخته تیرها نه در می آید نه از آن سو می رود جای جای تو در این اوضاع یک جا سوخته کاش می شد تا همین جا پیش تو خاکم کنم من که پیش چشم هام انگار دنیا سوخته پاشو برگردیم خیلی قبل آن که بشنوی در میان شعله ها گیسوی زن ها سوخت تو نباشی دخترانم را عرازل میزنم حسن تو نباشی دخترانم را عرازل میزنم صورت هر دختری در بین دعوا سوخته ای علم داره علم علم و دست زپیر قلمت تو کنون خفده ای اندر بر من داده پیغام تو را دختر من گر نشد آب و موی سرگردن گو امون خود به حرم برگردن Yeah.
از چرا افتاده این ای امام خیمه ها از این چه زپا افتاده این من گمت کردم میام دشت حیرانم نکن دست تو پای زن بدانم که کجا افتاده این انقدر گفتی که هستم خاک پای مادرت حال روی دامن خیران نسا افتاده این بشکنم دستی که با نیزه دهانت بسته از خاک عالم بر سر من از صدا افتاده این دست هایت یک طرف سر یک طرف تن یک طرف سوره قرآن چرا از هم جدا افتاده این بر مشاهم میرسد هر لحظه بوی کربلا بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا تشنه نجات ابلفز دخیل یا ابلفز باب 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 نجات ابلفز دخیل یا ابلفز گوش بده ای اهل حرم میر و علم دار نیامد ای اهل حرم میر و علم دار نیامد علم دار نیامد علم دار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد جانم آقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار ای اهل حرم ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علمدار نیامد علمدار نیامد حسین سید و سالار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علمدار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علمدار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد سقای حسین سید و سالار علمدار نیامد علمدار نیامد ای اهل حرم میر و علمدار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد سقای حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد
عباس و ویلا حسین تنها و ویلا علی 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 عباس و ویلا حسین تنها و ویلا تو آرامش واسم برادر غیور و حساسم داداش زینب به تو دلگرم عباسم ای بی قرینه داداش از کار تشنه ها گروا کن مشکی برادر من
بمیرم براد حسین، پشتم رو از غمت دوتا کردم، فرق تو رو تا ابرو با کردم، دستاتو از بدن جدا کردم، برادر من برادر تو آسمونا گرد و غباره، امو میره تا که آب بیاره، چشم همه به دست ابلفرز، شکست من شکست ابلفرز، شکست من شکست ابلفرز. اللهم یا رب الحسین، بحق الحسین اشف صدر الحسین، بظهور الحجة باب الفضل العباس، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج، خدایا به دو دست جدا شده قمر العشیر ابوالفضل العباس عبد سالم، اون آقایی که نباید و نشاید کسی رو در این عالم به او تشبیه و مانند کرد، و هر که به ناحق این کار رو کرد حوالش به تیغ دو دم پدرش مرتضی علی، به دو دست بریده قمر العشیر عباس علمدار ابی عبدالله فرج امام زمان برسان، قلب نازنینش به اذن فرجش شاد بفرما. خدایا عواقب امر همه ما ختم به خیر بفرما. بیماران بیماران مد نظر، همه مریض هایی که این شبها دعا کردیم برای شفای اونا، جناب آقای علی مقدم، دیگر بیماران، مریضه منظوره، مریضه منظوره دیگری، مریض منظور و مریض منظور و خانواده ای که التماس دعا گفتن به چند تا بیمار بدحال و لاعلاج، خدایا قسمت میدهیم بر اندام همشون لباس عافیت بپوشان. خدایا به آبروی قمر منیر بنی هاشم در گذشتگان ما، امواتمون، زبل حقوقمون، برادر جناب آقای رحیمیان، هم هیئتی مکرممون، برادر عزیزمون مرحوم سعید اکبریون، دیگر عزیزانی که بودن در این خیمه و خدمت کردن هر کجای این عالم، زیر چتر ولایت امیرالمومنین اولاد او بودند و ارادتمند به ابی عبدالله و گریه کنه بر حسین بودند، خدا همشون رو سر سفره احسان و ملبنین ایمان بفرما. خدایا قسمت میده این بد درجات امام ما بیفزان، رهبر حی ما از همه بلیاد محفوظ بدار، شهدای ما همه کسانی که با نام ابی عبدالله در راه اطلاع مکتب ابی عبدالله رفتند و خونشون رو دادند، هر کجای این عالم و در هر زمان، اونها رو بر باب و مولایشان محشور بفرما.
هر کس این مملکت رو در امان و امنیت میخواهد امان به او بده. دشمنان این مرز و بوم رو رسوا و خفیف بفرما. حوائج جمع حاضر فوق رغبتشون، حوائج همه کسانی که امروز و دیشب و امشب برای ابی عبدالله و برادر عزیز و مظلومش عزاداری میکنن فوق رغبتشون کرامت بفرما. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. ایان که نوکری توست خیر العمل حسین. ایان که نوکری توست خیر العمل حسین. تو آقا من غلامت از روز ازل حسین. در باب عشق بر شما فرمود امام رضا. این کنت باکیان لشی فبکه علی الحسین. گریه می کنم بر ذبیح عطشان. گریه می کنم بر قتیل اوریان. گریه می کنم بر حسین مظلوم. گریه می کنم بر اسیر عدوان. سیدی و مولای ابا ابا عبدالله. سیدی و مولای ابا عبدالله. سیدی و مولای ابا عبدالله.